به نام خدا، من پیام صالحی هستم، 41 ساله، اهل کرمانشاه و فارغ التحصیل دانشکده هنر. حدود 5 سال هست که این هنر رو دنبال میکنم، هنری که توی دنیا به اسم پیکسل آرت شناخته میشه و توی دنیای NFT ها هم به صورت مجازی وجود داره. این ایده ها طوری نیست که بگم یه شبه توی ذهن من اومده و انجامش دادم. من از روزی که خودم رو شناختم به صورت غیر معمول، چیزی که اطرافیان همیشه میگفتن به من، احساسات دیگران رو، بیشتر احساسات غم رو درک بیشتری ازش داشتم و کاملا حس میکردم. و همونطور که خدمتون گفتم یه شبه این ایده سراغ من نیومده، همیشه تو ذهنم بوده. افرادی که اطراف من بودن غمگین بودن، همیشه شادیشون رو دوست داشتن و اگه نمیتونستن شاد باشن خب ناراحت شدم و منم قصه خوردم. دنیا همونجوری که من و شما میدونیم به سمتی داره میره که تکنولوژی روز به روز پیشرفته تر، ارتباطات افراد بیشتر، اما احساسات معکوس این عمل میکنه و داره به سمت پایین تر میره. یعنی چیزی که تو ذهن من هست اینه که ممکنه خیلی در سالهای آینده خیلی زودتر به این قضیه برسیم که احساسات ما فقط خرج افرادی میشه که جز خانواده ما هستن و دیگه برای کسانی که توی دنیا اتفاقات بدی براشون میفته، از جمله فقر یا مسائل جنگ و یا حتی اسیدپاشی که چند سال پیش اتفاق افتاد، به نظرم کمتر دیگه اینها رو بهش پرداخته میشه و توی دل ما خیلی به صورت دل ما نمیلرزه بابت این قضیه. همونطور که گفتم حتما رنگ و بوی اجتماعی دارن. این آثاری که من ساختم بیشتر از درون خود من میاد، همون جور که توی استیتمنت هم نوشتم. من خیلی دوست داشتم که، خیلی زمانها بوده که دوست داشتم خودم شاد باشم و نتونستم. ببین حقیقتا من رشته اصلی من رشته جدای از هنرهای تجسمیه، یعنی موسیقی من خوندم، موسیقی کلاسیک خوندم و راستشو بخوام بگم اطلاعات آنچنانی در مورد هنرهای تجسمی که کنکاش کرده باشم و اینها ندارم. اما خب هر هنری بر اساس دورانی که انسان‌ها توش هستن خلق میشه.